با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جامعی را اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه است و چهارم از ماه سپتامبر. در روزهای سه‌شنبه به مدت یک ساعت خدمت شما هستم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. معمولا خدمت شما یک غزل از حافظ میخوانم. اجازه فرمایید این غزل رو شما تقدیم کنم و بعد بپردازیم به بقیه مطالب. می‌فرماید: باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. زن باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک، جهدی کن و سر حلقه رندان جهان باش. دلدار که گفتا به تو هم دل نگران است، گو میرسم اینک به سلامت نگران باش. گو میرسم اینک به سلامت نگران باش. خون شد دلم از حسرت اون لعل روان بخش، ای درج محبت به همون مهر و نشان باش. تا بر دلش از قصه قباری ننشیند، ای سیل سرشک از عقب نام روان باش. حافظ که هوس می کندش جام جهان بین، گو در نظر آصف جمشید مکن باش. این نام این ممدوحین از سخن حافظ شرف یافت. خب اجازه بدی که تسلیتی عرض کنم خدمت هموطنان گرامی، دوستان آقای ثابتیمانی، خانواده ایشان. به مناسبت درگذشت این بزرگوار آقای ثابتیمانی به مدت قریب 50 سال، من شنیدم 50 سال یا چیزی در این حدود، خدمتگزار این جامعه بود و مردم ما اخبار رو در واقع با صدای او می شناختن. صدای بسیار بسیار زیبا. فکر کنم یکی دو برنامه گلها، حداقل یک برنامه گلها هم من شنیدم با صدای آقای ثابتیمانی جوان. صدای ثابتیمانی برای جمعی از هموطنان یادگار روزگار خوشی بود برای هموطنان. و وقتی که ایشون به آمریکا آمد، جامعه ایرانی کاملا ایشون رو پذیرفت و دوست داشت. واقعا آقای ثابت به لس آنجلس که آمدن، تا اونجایی که من بودم در لس آنجلس، همکار دیگرشان هم عرض کنم که آقای ایرج گرگین هم بودن، دو رسانه مختلف داشتن. یکی امید، فکر میکنم متعلق به آقای گرگین بود اشتباه نکنم، یکی ایران. بعد ادغام کردن این دو دوست قدیم و یک رادیوی به نام امید ایران تولید شد در لس آنجلس. خود آقای گرگین صحبت میکردن، آقای ثابتیمانی اخبار میگفتن. بعد آرام آرام تلویزیون ها آمدن. نخستین برخورد من با آقای ثابتیمانی در NITV بود. همواره مؤدب، محجوب و بسیار بسیار با پرستیژ بود این مرد. همیشه هم در حال عجله بود، چون بسیار کار میکرد آقای ثابتیمانی. بعد از این همه روزگار خدمت، واقعا چگونه عرض کنم، آدم ثروتمندی نبود، بایستی برای زندگیش کار میکرد. همواره در حال عجله بود، از این رادیو به اون تلویزیون، از اون تلویزیون به این رادیو، و لحظاتی گاه پیدا میشد که با هم یک گپ مختصری میزدیم. مردی جدی بود، به هم برخورد میکردیم. من سعی میکردم گاهی اوقات با هم صحبت کنیم، یک لطیفه جوکی چیزی، و از ته دل میخندید. این در واقع نفس نیک مرد رو نشون میداد. و هر شبت که زمانی هم آمدن به تصویر ایران و بعد دوباره ما به هم برخوردیم در تلویزیون پارس. بعض اوقات برنامه ایشان که تموم میشد، من در حال آمدن بودم، تیم خبر در حال رفتن و ما خدمتشون سلام میکردیم و گفتگو میکردیم. مناسبت دوستانه گرمی بود. زمینه هرگز ما طور خصوصی جای ما هم ننشستیم در مجلسی محفلی، هرگز این اتفاق نیفتاد. و این برخورده بسیار گذرا بود. احترام خیلی زیادی
مخلص بنده خدمتتون برای آقای ثابت ایمانی داشتم، کارش رو خوب بلد بود، مرد حرفه‌ای بود، حرفش در واقع گفتن اخبار بود، بی اندازه زیبا سخن میگفت، بسیار بسیار مؤثر اخبار میگفت و این حرفه ایشان بود. متاسفانه عرض کنم که ایشون بیمار شدن و حدود 5-6 ماه پیش یک روز آمدم در تلویزیون و دوستان رو متأثر دیدم، بچه که اونجا کار میکنن گفتن آقای ثابت ایمانی بیمار هستن که بقیه ماجرا رو حتما شما شنیدید. من درود میفرستم به روان این مرد، مرد بزرگوار، انسان شریف و نجیب ایرانی که یک عمری در خدمت مردم بود و تسلیت مجدد به دوستان ایشان، خانواده این مرد محترم و نامشان فکر کنم همیشه باشد، صدایشون مندگار هست در این رسانه، اون چیزشان باقی موند از روزگار رادیو در ایران در اینجا. و به هر صورت این یک امریست برای همه اتفاق میفته. و جالبی که یک دوست خیلی نازنین بزرگواری هم داشتیم ما در دالاس، ایشان هم به همین بیماری دچار شدن، آقای ناصر کاظمی که ایشون هم در واقع مرد بسیار هنرمند، انسان بسیار شرافتمندی بودن، در حدود 70 چند سال هنوز کار میکردن و تعلیم موسیقی هم میدادن. در یکی از روز از این جلساتی که ما داشتیم ایشون مرحمت کردن، آمدن و ما ایشون رو دیدیم و ساز زدن. ایشون هم به همون بیماری عرض کنم که آقای ثابت ایمانی دچار شدن، همون سرطان، فوت شدن. به بازماندگان آقای کاظمی هم بنده یک تسلیتی رو اینجا عرض میکنیم. عرض شد که قبل از گیبیان خدمت شما این اجلاس مهم دموکرات ها برقرار بود و برقرار هست، همین اکنون که من سخن میگم برقرار است. هنوز آقای اوباما برای سخن گفتن نیامده بود. خانم باراک اوباما که بسیار بسیار خانم فرزانه ایست، بسیار زن تحصیل کرده ایست و بسیار آدم دموکراتی است، دیدم سخن میگفت، در باب شوهرش سخن میگفت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم یکی از زیباترین وجوه زندگی اجتماعی در آمریکا همین سیاست است. هرگز این چراغ سیاست خاموش نیست، هرگز انتخابات از این انسان نمیرود. در واقع حالا بعد از این همه سر و صدا ها و که یک سال طول میکشد تا یک به این مرحله برسه و من همواره مقایسه میکنم خودمان را، ما دیکتاتور زده های بیچاره، آدم های بی اختیار، آدم های در واقع به زنجیر کشیده شده در این کشورها در قرن 21 مقایسه میکنم، خیلی واقعا تأسف میخوام. خیلی از دوستان درد من رو نمیفهمن، این بنده مخلص خدمت شما کم دیدم کسی که واقعا متوجه باشه که این درد بزرگ چیست، این درد از کجاست، آقا چرا ما اینقدر پریشان در این آمریکا. حالا برمیگردیم به بعد خودمان در قیاس، بنده که آمدم اینجا آخرین روزهای ریچارد نیکسون بوده. ریچارد نیکسون مرد بزرگ سیاست از نوجوانی در خدمت این مملکت بوده، از شهرداری شروع کرده و سالها معاون ریاست جمهور بوده، بعد عرض می شود که در نیویورک نمیدونم شاغل بوده، یه عمر در کار سیاست خدمت بوده. بعدم که رئیس جمهور شد جنگ ویتنام رو تمام کرد، نمیدونم یکی از بهترین سیاست های خارجی رو ایشون رهبری میکرد به کمک آقای هنری کیسینجر، مناسبات آمریکا رو با چین رو به راه کرد. و وقتی من به امریکا آمدم در واقع زمانی بود که قاضی گفته بود یا نوارها رو بده یا بیا محاکمه. اینجا حاکمیت قانونه، از کسی نمیپرسن که آقا شما دیوارای خیلی بلند کشیدی، حالا قانون عیبی نداره. آقا قانون یعنی چه؟ سیبیل رو ببین، این مرد بزرگ، این امپراتور رو. دادگاه گفت آقا یا یه مش نوار داشت ایشون، دستگاه گذاشته بود در سرتاسر کاخ سفید، این تدبیر خود او بود، یعنی معمولا رئیس جمهور کارو نمیکنه، هر کس هر جا حرف میزد این دستگاه های ویس اکتیویتد، یعنی به من کسی نظر میکرد تمام اینا رو جمع، کسی هم نمیست نواره رو داره. و بعد یکی از خانم های کاخ سفید به دادگاه اطلاع داد که آقا ایشون همه مکالمات کاخ سفید و اطراف رو در اختیار داره، بنابراین در اونجا معلوم میشه که آیا آقا نیکسون شخصا دستور گذاشتن اون دستگاه ضبط صوت رو در سربرماندهی دموکرات ها داده است یا نه.
داستان بزرگی بود این داستان، درس بزرگی بود، درسی بود در دموکراسی و حاکمیت قانون. در این ساختمان واترگیت که دستگاه گذاشته بودن و یه نفر میرن میآورد که ببینن که آقا طرح اینا چیست، در حالی که این نیازی نداشت. نیکسون اونقدر محبوبیت داشت که خیلی خیلی براحتی رقیب دموکرات خودش شکست میداد و اصلا و ابدا نیازمند این کار نبود، اما این کار رو انجام داده بودن. باری وقتی که دادگاه دستور داد یا نوارها رو میاری عرض کنم که یا ایمپیچ و یک شانس دیگه هم بهش دادن استعفا و این آقا استعفا داد. این حاکمیت قانونه، حاکمیت قانون. آقا این حاکمیت قانون، عرض کردم من میبینم که این جامعه ما، جامعه به خصوص کسانی که در سن 50 به بالا، 50 به خصوص یا 45 50 به این مملکت آمدن، ذره المثقالی توجه به این سیستم دموکراتیک مملکت ندارن. حتی یک سوال کوچیک که آقا ما چرا آمدیم آمریکا، چرا نرفتیم کره شمالی مثلا، این سیستم چگونه کار میکنه، چی برای ما خوبه، چگونه است این مملکت به اینجا رسیده، آقا با 200 سال تاریخ چگونه شده است که این مملکت به اینجا رسیده، آیا آدماش از کره ما آمده؟ به واسطه حاکمیت مردمه دوستان، حاکمیت مردم زیر سایه قانون. تنها چیزی که برای ما مهم نیست همین داستان قانون. آقا شما نگاه کنید در این مملکت جون چند میلیون مایل راه کشیده شده. سال 74 که من به این آمار خیلی علاقه داشتم، اون زمان 7 میلیون مایل جاده نشون بید. حالا ما اون زمان ما حساب میکنیم 1400-500 مایل مثلا ما جاده داشتیم، جاده همین آسفالتی. هنوز تو سر ما میزنن برای نمیزنن دوتا که راه آهن نمیدن چی فلانی حرف. باری نیکسون آمد، نیکسون سرنگون شد، عرض می شود که آقای فورد را آورده بود به جهت اینکه فورد با او آشنا بود و دوست بود، یک کسی را آورد که او را ببخشه، چون اگر ایسی او را نبخشید محاکمه و زندانی ممکن بود بشه این مرد. آقای جرالد فورد عرض شود که رئیس جمهور آمریکا شد، مرد دانایی هم در کار سیاست نبود، به خصوص سیاست بین الملل را هیچ بلد نبود و به سال 1976 آقای جیمی کارتر آمد از دموکرات ها و مردم بیزار از سیاستمداران حرفه‌ای، یک مردی که خیلی ساده سخن میگفت و ایشون هم البته عرض کنم که به کار سیاست وارد نبود، واقعا این مردی بود نمیدونم یک دوره در جورجیا فرمانداری کرده بود، زارع بادام های زمینی بود از این حرفا. خلاصه بعد ایشون آمد، بعد از 4 سال مردم رو سرنگون کردن، یعنی مردم استخدام میکنن، مردم چیکار میکنن؟ اخراج میکنن، استخدام میکنن، اخراج میکنن. بعد هر سبت که آقای ریگان آمد، 8 سال ما از کنم که شاهد ریاست جمهوری آقای ریگان بودیم از حزب GOP Grand Old Party، یعنی همین جمهوری خواهان. بعد از ایشون هم که البته دورش تمام شد، بساطش رو جمع کرد و تشریف برد و 4 سال آقای بوش، این هم امپراتوره مملکت بودن. بعد مردم خوششان نیامد چون یک دروغ بزرگ گفت و این دروغ بزرگ چسبید به او، گفت من مالیات ها رو زیاد نمی کنم، به دهن من نگاه کنید، read my lips. بعد شروع که مالیات ها رو بالا بردن، همون رو مطلب کردن، آقا رو از حرکه قدرت به زیر کشیدن و آقای کلینتون 8 سال، بقیه ماجرا هم شما میدونید دیگه، و آقای عرض کنم که بله جورج بوش، بله دیگه بعد از ریگان جورج بوش بود، بعدش آقای کلینتون بود، بعدش هم که دیگه این یکی بوش بود و دیگه بقیه‌ش هم که میدانید آقای اوباما. یعنی ما چندین حاکم و دولت رو دیدیم که سرنگون شد. در ایران ما یارو به بس پدر بزرگش میگرسه بابا شما کی به دنیا آمدید؟ حالا من یک کمی دراماتیک میکنم داستان رو، میگه بابا عهد همین علی آقا مثلا، عهد همون زمان ها جوان بود، البته شوقش برای آدم کشتن و دزدی اینها اینقدر نبود،
بعد پدرش میپرسیم که بله ما هم زمان همی آقا بودیم. این پسره میگه بابا عمر ما هم که داره تمام میشه، پس این کی قراره بره؟ در فیلم حسن کچل، این علی حاتمی که از فیلمسازان بسیار بسیار روشن ما بود و به خصوص در دیالوگ قاجاری خیلی مهارت داشت، در این صحنه میگوید که اون یار آدم تو تلسم دیوه. این دلیل از اشعار فیلم حسن کچل. یار آدم تو تلسم دیوه، عمر دیوم نداره پایونا. کاش که آدم میتونستش یه تنه حریف دیو بشه. آخ جونا، اون چیزها رو میدیدن دیگه، ول نمی کنن که آقا این داستان استبداد چسبید بری که قدرت رو به صندلی گرم شد، این دیگه رها بکن نیست. مردم که کاری نیستن که تا این که یه خارجی حمله بکنه، یک نمیدونم جنگ بین المللی بشه، یه انقلاب کبیری بشه، این آقا رو بندازنش پایین، مگه میره کنار؟ آقا بویل بکن نیست، ما هم عادت کرد، دوست داریم، دوست داریم آقا تملق بگیم. مثل که ما جزء مؤسسه زور شدیم، زور شنیدن رو ما دوست داریم بعضی از ما. حالا امیدوارم این نسل جدید ایران حتما دموکراته، یعنی حاکمیت ملت رو میخواد، اما ما در واقع از دست رفته ها از 50 به بالا معمولا عاشق استبدادی. اندیشه های باطلی رو به صورت یک بیماری ذهنی شده در این بین جامعه ایرانی خارج کشور و بعضی داخل کشور که در زمان فلان کس فلان تونل رو کندن. آقا بیان ببینید قانون در این مملکت بود یا نبود، پس برید آویزون بشین به تونل دیگه بابا جان. پس چرا هیچ پیشرفتی نمیشه آقا؟ پس چرا ما همه پریشانیم؟ چرا شما فراری هستی اگه در تونل بوده یا نمیدونم چی بوده، بیماری کچلی؟ مطلقاً و ابداً که این ملت حق به حاکمیت داره آقا، در ذهنا فرو نمیره، اصلا فایده نداره، فایده نداره. یک عده فعال سیاسی هم ما اینجا داریم، 99% کلن دموکراتیک نیست که نیست، یا یه توده عصبانیه. عرض میکنم که نشسته اینجا نفی آمریکا میکنه و نشسته آمریکا سقوط بکنه که حرفای مارکس سوروس در بیاد، یا بیچاره پشیمون شده زده به یه دری دیگه. حالا اون طرفداران استبدادن که خدا عمرشون بده، اونا که دیگه به طور کل اصلا ملت رو به هیچ قبول ندارن، اینا عرض کنم نوستالژی چماق دارن بر سر ملت. آدم حیرت میکنه آقا، حیرت میکنه. در این آمریکا آقای رئیس جمهور انتخاب شد، خیلی خوب، هنوز به ساعتش رو درم نکرده و پشتش به صندلی گرم نشده، انتخابات جدیده، چون بلافاصله 2 سال بعد شروع میشه انتخابات. نمیگذارن کسی عادت کنه به چوب قدرت، چوبی هم نیست واقعا در آمریکا، سخن قانونه. آقا بیایم ببینیم چند تا صد داره این آمریکا، اینا رو کی کشیده؟ آقا تا کره مریخ هم که رفتن دیگه اینا بابا جان، همین ملت 2300 میلیونی، هر چی علم بوده اینجا تولید شده. آقا از جنگ بین الملل دوم 90% علم در این آمریکا تولید شده، از اثر چی بوده؟ از اثر چماق. به اندازه جهان میتونه غذا تولید کنه، فقط 2 ایالتش بی حد ذاته بالقوه. 1% این جامعه آمریکا در ابتدای قرن کشاورزی میکرده، ببخشید 85%ش کشاورزی میکرده که 15 بتونه غذای خودشون 15% بقیه رو در بیاره. الان 1%ش کشاورز غذای مملکت میده که سهل است، که خیلی جهادی هم غذا میده. اینا رو کی کرده؟ چماق کرده یا امریه کرده؟ چیزی استبدادی بوده؟ هیچ از این ما اصلا آشنا نیستیم با این امور. ما خب آدم بخواه آشنا بشه با این امور باید چیکار بکنه؟ باید اول به زبانی ها رو یاد بگیره دیگه، بعد شروع کنه این روزنامه ها رو خوندن، ببین آقا مملکت چگونه اداره میشه، سیستم دموکراتیک اداره آمریکا چگونه است، همش انتخاباته.
از سطح محله و کانتی به قول معروف همش انتخابات و تقسیم قدرت تا میرسیم ما به کجا؟ به نفر اول که رئیس جمهور مملکت و زیر سایه قانون داره خدمت. حداقل ما مهاجرین هم چیزی درستی از مباحثی که تو این رادیوها و تلویزیون ها هست پیداست که نه کارکنان چیزی فهمیدن از دموکراسی، نه بخش اعظمی که زنگ میزنن و صحبت میکنن اصلا گومن که داستان چه بوده. آقا یه کسی بیان بشینیم آقا چرا ما این بعضمون به این گونه هست، چرا ما این شکلی هستیم، چرا همیشه فراری هستیم، به چه دلیل همیشه ما چرا ما آزادی بیان در مملکت ما نیست، چرا مردم ما همواره هیچ کاره هستن؟ به خاطر نبود حاکمیت ملی و قانون. حالا یه تعریف چماخ، کاری نشده در اون مملکت، اتفاقی نیفتاده. آقا 100 سال گذشته، 100 سال استبداد گذشته، 1906 انقلاب مشروطه بوده، ببین تو مملکت کار شده؟ خدمتتون عرض کنم که این تکریم استبداد فی حد ذاته خطرناک نیست، اما آرزوی استبداد داشتن دیگه یک مطلبی است. واقعا او کسانی که تکریم استبداد میکنن و تعظیم استبداد، آرزوی استبداد دیگری برای مردم بیچاره ایران دارن. اینجاست که واقعا دردناک این داستان، اینجاست که دردناک است. یک مش آدم بیعقل از می شود که سردمدار این داستان هستن و این یک اهانتی به مردم ایران واقعا. و من میخوام یه چیزی عرض کنم خدمتتون، از زمانی که این کوس آزادی کوبیده شده در این مملکت، یعنی ملت بلند شده در این انقلابات مکرر و آرزوی آزادی کرد، آرزوی حاکمیت ملی قانونمندی کرده، هر کسی کنار دست استبداد ایستاد خسر دنیا و آخره، از میدون بیرون رفت. از صمد مراغعی و عین الدوله شما بگیرید تا نمیدونم همین دوستان این آخوندها، و عرض میکنم که ارتش بود نصیری و عجیب داستان ها، اینا بدنام و زشت نام و مورد نفرت مردم از میدون. اون کسانی که در کنار مردم ایستادن یا در زندان ها جان دادن یا جانشون دادن یا در نمیدونم تبعید مردن یا اینکه فرض فرمایید که نمیدونم مورد خشم و خروش استبداد واقع شدن، اینها نام اینها در تاریخ مملکت ما به نیکی برده. بنابراین دنبال استبداد رفتن در این خصوص در این روزگار و گذشت صد و اندی سال مبارزه با استبداد در مملکت ما، جز بدنامی و خسران هیچ چیز به دنبال نداره. من کسی رو نمیشناسم که با محمد علی میرزا همکاری کرد و خوشنام از دنیا، کسی رو هم نمیشناسم که علیه ملت ایستاد و با استبداد به استبداد چسبید و خوشنام از این دهان. حالا در این انقلابات که مرتب اتفاق افتاده توانسته جانشو برداره و فرار کنه، حالا مردم میگه اینا رو میکشن یا بعد در باب اینها مینویسن، یادگار زشت استبدادی اینها بر صفحه این تاریخ میماند، یادگار حقها رو ناحق کردن و حق مردم رو خوردن و حقوق سیاسی مردم رو در واقع از اونها به زور چماق گرفتن و به خود نسبت دادن و به میل خود حکمراندن و در واقع اموال مردم عرض می شود که دخالت کردن و دزدیدن، اینها کار مستبدین بوده. از دم از یکی تا اونها، از یه تا از الف تا زی، تا از الف تا یه به قول فارسی زبان. دیکتاتور خوب که میسر نیست که. پاکترین دیکتاتور بیاریم میبینیم که حداقل 3-4 هزار نفری کشته، انبال مردم هم خورده، جلو ترقی مملکت هم گرفته. چون ما در موضوع ترقی و تعالی ما دچار اشتباه شدیم از بس ندید به قول میگن ندید بدید. آقا اصل قضیه ترقی و تعالی مسئولیت ملی است که مردم قبول بکنه. اصل قضیه مدرنیته
این آزادی بیان و آزادی روزنامه ها و فرایند انتخابات، نه اینکه چهار تا خیابون بکشی، چهار تا تانک هم بیاری، نمیدونم نمایش بدی، چهار تا کافتری هم بسازی برای مردم. غافل شدیم ما از اصل تجدد، از اصل تجدد ما به دور افتادیم. هماره فریب دادن، این بچه که نمیدونم شکلات کشی دستش میدی خوشحاله، هماره فریب داد. هر روز به یک مغلطه پلا سر ملت گذاشت. حالا اینا هم آمدن میخوان با زنجیر ما رو ببرن به بهشت، با چماق و چوب و اینا مال مردم میدوزن. از بام تا شام کار این رژیم غارتگری و دزدیست. تمام کسانی که برای رژیم کار میکنن دزدن بلا استثناء از نظر من، چون شما یا دزدی مستقیما یا شریک دزدی دیگه، فرقی نمیکنه. اینا همه ناشی از چیست دوست عزیز؟ اینا همه ناشی از نبود قانون در این مملکته، نبود در واقع نهادهایی که در دولت از هم جدا و مواظب هم هستن. 300 سال پیش انگلیسی های داستان رو فهمیدن. ما متوجه نیست. حالا امروز در آمریکا، همین که ما سخن میگیم، در همین لحظه نبض سیاست در حال زدن هست. یعنی ما یک نماینده داریم جی او پی، حزب جمهوری خواهان، به نام آقای رامی، از طبقه ثروتمندان، از اون 1% بالا، چون جامعه آمریکایی در واقع اون های کلاس آمریکایی 1% بیشتر نیست. و ما وقتی اینجا مدرسه میرفتیم، معلم سوسیولوژی میگفت که این 1% 90% ثروت رو کنترل میکنه. آمار جدید رو نگاه کردم 2007، بله، پس 1% ثروتمندان هستن. این 1% رو این آقای رامی داره نمایندگی میکنه. 15% هم اپر میدل کلاس داریم ما در آمریکا، 30% میدل کلاس داریم، 30% ورکینگ کلاس داریم، 12% پور ورکینگ کلاس یعنی کارگران فقیر داریم، 12% هم اندر کلاس داریم، یعنی بعضیش انقدر خرابه که جز کلاسی هم به حساب نمیاد. میبینیم که فلسفه آقای مارکس که جامعه رو به دو طبقه تقسیم میکرد، دیگه جامعه مدرن بدون وجه نیست که آقای مارکس میگفت. من میبینم بعضی دوستان هنوز چماق مارکس به دستش، پرولتاریا، بورژوا، این چیزا قرن 18 همی قرن 19 همیست. باری این آقایون رپابلیکن ها سنتشان در واقع بیخیال بودن به جامعه فقیر آمریکاست و کارگران هست، و بیشتر توجهاتشون این است که اون پولدارها پولدارتر بشوند. حالا دولت چگونه این کار رو میکنه؟ میدونید که ثروت دولت مالیاتیست که از مردم میگیره. خب اینم در واقع عرض میکنم که کلکیست، حالا به هر صورت کلک چه عرض کنم، بالاخره چاره ای هم نیست، مالیات میگیره. یعنی شما اگه مجرد باشید در این کشور آمریکا و کار بکنید، حقوق شما از مثلا 50,000 دلار بیشتر باشه، میبینید که چند ماهی رو شما برای دولت کار کنید. حالا بنده نمیخوام بگم 4 ماه یا 5 رو باز یقه ما رو بشستم، نه خیلی، آقا یه قلمم دست بگیرم، ما میخوام علمی به شما بگوییم که مثلا 3 ماه نیست 4 ماه، نه چندین ماهش برای دولت. خب دولت هم میگه آقا من که اینجا نشستم در این کشور سرمایه داری، من هیچی نمیخوام، ارتش دست منه و پستخانه. شما میدونی در آمریکا ارتش هست که نیروهای مسلح هست، نیروی هوایی و زمینی و دریایی غیره، و پستخانه دولتیه. بقیه تا اونجا که من الان در ذهنم هست، بقیه کارها دست مردمه، متعلق به مردمه. اون که تانک میسازه، اون که توپ میسازه، اون که نمیدونم هواپیماهای F-35 میسازه، اون که موشکهای زمین به هوا میسازه، موشکهای بالستیک میسازه، اینا همه همین شود که لابراتوارهای مختلف هستن، کمپانیهای بزرگی هستن، مثل جنرال داینامیکس، مثل نمیدونم بوئینگ، مثل نمیدونم خیلی کمپانی زیادی هستن، مکدونالد داگلاس، اینا کورپوریشن های عظیم هستن.
که این کارها رو انجام میدن. دولت میگه همش مال شماست، ما یه مالیات میگیریم اینجا. خیلی خوب، بعد بحث اینجا بر این است که آقای اوباما که دموکرات هست و به لحاظ تاریخی این دموکرات ها آدم های بزرگی، اینا مثل آقای همفری، مثل برادران کندی، اینها در اندیشه طبقه کارگر هستن، زمینی که خب همه اینا خودشون میلیونرن، اینا رو ما یادمون نره. در سیاست آمریکا نقصش در اینجاست که شما باید ثروتمند باشی تا بتونی وارد این فرآیند بشی، اصلا خودتون باری. اینها در اندیشه اون حداقل ها هستن و عرض شود که یه چیزای مثل سوشال سکیوریتی و بازنشستگی و خیلی خیلی از این برنامه اجتماعی رو در زمان دموکرات ها شده. پرزیدنت روزولت عرض می شود که در جنگ دوم خیلی کارا اونجا شد، بعد آقای جانسون، کندی ها، اینها قوانینی بردن که بنا. و جنگ امروز این هست که آقای اوباما میگوید که این ثروتمندا بایستی به اندازه ثروتشان مالیات بدهند تا ما بتوانیم در واقع سیستم های مردمی مملکت رو بسازیم و کار تولید کنیم. فلسفه این آقای رامنی مثل آقای ریگان در واقع تریکل داون اکونومیکس هست، یعنی که ما وقتی پول نگیریم از این ثروتمنده های چاق بشن و چاق تر بشن، اینا سرمایه گذاری میکنن، این ثروتی که دست اینا تولید کار میکنه و مثل قطرات باران میریزه به سر جامعه، اون پایینی ها چیزی گیرشون میاد. و یک تبلیغات ناجوان مردانه ای از سوی همین آقای رامنی، آدم بسیار خشک بیدردیست این آقای رامنی، آدم بیدردیست در واقع، مثلی که از درد طبقه کارگر و طبقه متوسط اطلاع چندانی نداره. حالا از امور خیلی خیلی جالب و جذاب این سیاپوست رپابلیکن، خب این خیلی یه کمی غریب به نظر میاد، یا ایرانی رپابلیکن، که درود بر همه ایرانی ها رپابلیکن، من حرفی در این باب ندارم، اما کلن یه خطی فلسفه دموکرات ها رو با رپابلیکن از هم جدا میکنه و این دو هستن در رقابت که بین رپابلیکن ها هم پرزیدنت های بزرگی بوده، نگونیم که حالا همه هم چیز بودن، مثلا آقای لینکلن دیگه افتخار جمهوری خواهان هست. تبلیغات خیلی بدی علیه اوباما هست، به طور ضمنی حتی میخوان آمریکایی بودن آقای اوباما رو هم به یک طریقی نفی بکنن غیر مستقیم، که یادش به خیر، نوستالژی گذشته داریم، یعنی را یاد روزگاری که یکی از خودمان رئیس جمهور بود، از این جور حرفای واقعا که جاش در آمریکا نیست واقعا. و وقتی نگاه کنیم به سیاست آمریکا، من میدیدم خانم اوباما سخن میگفت، وقتی من تازه اومده بودم اینجا یک دوستی داشتم، ایشون میگفت که با مادرشون 2 سال قبل از این ماجرا گفت ما رفتیم به دندون پزشک، شاید یه بار دیگه هم گفتم خدمتتون، دندون پزشک نشسته بودیم منتظر بودیم، یک خانم سیاه پوستی در منتهای درد بود در دندان وارد شد و به او گفتم ما سیاه راه نمیدیم اینجا، یه همچین حالتی، و خیلی ناراحت بود از این، گفت ما خیلی ناراحت شدیم پاشون اومدیم بیرون. یک همچین وضعیتی بوده تو دهه 60، اواخر دهه 60، این داستان تعصب ضد سیاه و قوانین و اینها یه چیز عجیبی بوده، اما از برکت دموکراسی و حاکمیت قانون همواره اتفاقات نیک در یک جامعه دموکراتیک میفته. خود دموکراسی خودش رو تصحیح میکنه، نو به نو نسلهای جدید میان و تفکرات نو میان، خودش رو تصحیح میکنه. سیستم استبدادی روز به روز به فساد میره، روز به روز کثیفتر میشه، روز به روز شقیتر و طمعش بیشتر میشه. متاسفانه اینجوری طبیعت استبداد. باور کردنی نبود در ذهن آدم مثلا جنگ دومی آمریکا که به او بگویند که یک روزی یک سیاه پوست در این مملکت رئیس جمهور میشه، حتما به شما میخندید، تو دهه 70ش هم میخندید، جوک ها ساخته بودن،
لطیفه ها در این باب یک دوست آمریکایی برای من تعریف میکرد، میگفت که میخوام برات یه لطیفه بگم. گفتم خب بگو. گفت این آقای جسی جکسون، میدونی جسی جکسون یکی از فعالان عرض بکنم که آمریکاست در زمینه همین سیویل رایتس و از دوستان دکتر کینگ بوده و خیلی شهرت داره، برای رئیس جمهوری هم خودش رو کاندیدا کرد که خب قبول نشد. میگفت این آقای جسی جکسون یه روز رفته روی پشت بام، گفته خدایا خداوندا میشه که یه روزی مثلا بله 4 دقیقه یک روزی یک زنی رئیس جمهوری آمریکا بشه؟ گفته بله جسی میشود همچی چیزی، اما نه به عمر تو. بعد جسی دوباره گفته است که اینا از این لطیفه های آمریکایی است در این بابا عرض میکنم. گفت که جسی گفت که خدایا میشه که یه روزی یک سیاه‌پوست رئیس جمهور آمریکا بشه؟ خداوند فرمود آره بله جسی میسره، اما نه در عمر من. بر هر هر میخندیدم، یعنی که تا خدا خدایی میکنه سیاه‌پوست رئیس جمهور نمیشه. هم عرض کردم این سیستم دموکراتیک میگویند که نقص‌ها دارد، اما از اون سیستمی هم بهتر نمیتوانی پیدا کنی. خودش رو تصریح میکنه به جهت اینکه خرد جمعی جامعه مدام فعاله و اندیشه ها همیشه ظاهره. توی سیستم های دیکتاتوری یه چیز کوچک میخوای بگی جرأت نمیکنه. آقا آدم از ایران اومده مثلا فرض فرمایید که 60 سالش هم هست، زنگ زده به یه دوستی تلفن، آقا این دوستمونم مثلا خیلی خوبه ها، حالا جرأت نمیکنه اسم منو ببره رو تلفن در آمریکا، از ایران اومده چون میخواد برگرده ایران. شما ببینید که داستان چه خبره. دوستی میگفتن آقا یه آقا اومده بود اسم شما رو نمی آورد، میگفت اون دوستمون که میدونی فکر کرده جمهوری اسلامی هم اینجا داره دستگاه شنود داره در آمریکا مثلا صداشو میگیره، وقتی برگرده ایران یقهشو میگیرن که آقا تو به چه جرأت گفتی که فلانی هم فلان. مریض کردن ما رو این دیکتاتور، کارشون با توطئه تحمیل و ایجاد ترس در جامعه است، یکی پس از دیگری از هم منحوسته. خمینی رو نگاه کنید، یک آخوند میان مایه عقب مانده، واقعا آدم عقب مانده ای بود به لحاظ فکری. قدرت مملکت در دست آقای خمینی. شما حرفاش و حرکاتش و تصمیماتش راجع به مردم و راجع به جوانها و راجع به ایران و سیاست خارجیش و نه رو نگاه کنید ببینید چه خبر. زیانهایی که ما از استبداد دیدیم قابل محاسبه نیست. مقصود این که این حوادث بزرگی که داره انجام میشه در این مملکت در فرایند دموکراسی، این انتخابات، این زیباترین چیزیست که ما استبداد زده های دنیا سومی میتوانیم ببینیم، یه چیزی بیاموزیم. بعد حریفایی که به خون هم ظاهرا تشنن مثل آقای رامنی، آقای مثلا اوباما مثلا عرض میکنم، یا آقای مککین، آقای جورج بوش پدر که رقیب بودن، بعد که مردم رأی میدن و 1% 2% این آقا بیشتر رأی میاره، اون یکی میاد متحد پشت سر این، به خاطری که مقصود کشور و مردم هستن. ما پشتیبانی میکنیم از رئیس جمهور و امید توفیق براش داریم. اولین کسی که زنگ میزنه معمولا تبریک و تهنیت میگه به برنده، اون حریفه. ما میشیم توطئه میکنیم چجوری سم بریزیم تو قضایی فلان فلان شده رو، بید کاری بکنیم خفش کنیم. آقا از ما برده این مرض استبداد، هموطن گرامی، این طاعون تاریخی است در مملکت ما افتاده. وظیفه ایرانی وطن دوست که میخواد وطنش رو در واقع خدمت بکنه این هست که از جریان استبداد برای همیشه وطنش رو راحت بکنه، و تنها راه هم قانونمندی. اون کسانی که استبدادی هستن در بطن این ذهنیت استبدادی
اون چی بیشتر انسان رو اذیت میکنه دشمنی با مردمه که مستتر هست در این تعظیم استبداد، خصومت با مردم هست در این تعریف کردن از استبدادهای سابق، هیچ انگاشتن ملت ایران هست، ملت تاریخی نمیدونم چند هزار ساله شریف. این خصومت با ملت که در این هست بیشترین چیزیست که انسان رو اذیت میکنه. اگر تقدیم استبداد رو بگید در باب شاه عباس کبیر در اون روزگاران، مرد بزرگ مستر خدمات بی نظیر بوده شاه عباس، بشین ماها در باب صحبت، اما از اون روزگاری که ملت بیچاره به پا خواست و سخن از قانونمندی و مادرنیته و مجلس و عدالت خانه کرد، همه کسانی که آمدن و به این قانون خیانت کردن به مردم خیانت کردن، در واقع به قانونمندی کشور بود. قانون نوشتیم آقا، قانون اساسی، قانون اساسی. وارتان اشاره کرد که وقت ما تمام شده است، با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و با سپاس از وارتان گرامی که همواره در این شبها چندین سال هست مرد محترم برنامه ها را اداره فنی میکنه و شما هم زبانان در هر جا که هستید برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.